ما انسانیم و حق من و توست تا از حقوق اولیه و ذاتی خود آگاه باشیم، مانند حق برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی پوشش، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، حق آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه و بسیار موضوعاتی که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفتند. حق من و توست که از حقوق ذاتی خود آگاه باشیم. با ما همراه باشید در برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. حق چیست و چگونه میتوان آن را مطالبه نمود؟ نقش خانواده و جامعه در پرورش و تربیت افراد حق مدار و آگاه چگونه است؟ فرهنگ، سنت‌ها و باورها در میان چقدر تأثیر گذارند؟ درود میفرستم بر یکایک شما شنوندگان محترم برنامه. چگونه میتوان حق خود را شناخت و آن را مطالبه کرد؟ این موضوع برنامه امروز ما هست که به همراه میهمان محترم برنامه جناب امیر نیلو، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، این بخش رو ادامه خواهیم داد. جناب نیلو، بسیار خوش آمدید در این بخش از برنامه. در ابتدا میخواییم این سوال از شما داشته باشیم. لطفاً بفرمایید حق چی هست و چگونه باید اون رو بشناسیم؟ و آیا برای شناختن اون مهارت یا دانش خاصی نیاز هست؟ بفرمایید، خواهش میکنم. من هم خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم و امیدوارم که تا این ساعت لحظات خوب و خوشی رو پشت سر گذارنده باشد. ببینین، تعریف جامعه از حق به واقع وجود نداره. حق یه چیزیه که اگر یک چیز طبیعیه، یک اون که شما از اون به عنوان موارد مختلفی میتونین استفاده بکنین و این رو هر کسی وقتی که ذاتاً مثلا متولد میشه وجود داره واسش تا لحظه ای که فوت میکنه و حتی بعد از فوتش هم یه سری حقوق داره، یک سری بسیار چیزهایی هست که باید رعایت بشه. حق کلمه رو نمیخوایم به لحاظ کلمه ای بررسیش کنیم، بلکه از زاویه بیایم تو اون فضای عمومی که وجود داره که حق رو در جاهای مختلف در موارد مختلفی که وجود داره چگونه ما تعبیر میکنیم، چگونه ما تفسیرش میکنیم. فرض بر این بگیریم به صورت طبیعی شما نفس کشیدن یه حق طبیعیه که شما دارید و ازش استفاده میکنید، و یا این که مهر ورزیدن یه حقیه که بدون این که شما قراردادی وجود داشته باشه، این ما بین مادر و فرزند، ما بین پدر و فرزند، ما بین اعضای خانواده، ما بین اعضای جامعه به وجود اومده و وجود داره. یعنی چیزیست دو طرفه. این نکته اساسیه که حق یه چیزی در قوانین سوئد وجود داره، اصطلاحا گفته میشه که یک شهروند تنها حق گرفتن نداره بلکه حق دادن هم داره. یعنی حق دو طرفه است. اگر شما برای نفس کشیدنتون حق طبیعیتون رو که نفس بکشید، ولی برای اینکه نفس بکشین حق اینو ندارین که نفس دیگری رو ببرید و یا فضا رو برای طرف نفر دیگه تنگ بکنین که نتونه نفس بکشه، و یا برعکس
موارد اینجوری که میگم اگه اینو در نظر بگیریم، حق یک مورد طبیعیه که با انسان متولد میشه، بعد از مرگ انسان هم وجود داره. اون وقتی میگیم بعد از مرگ انسان هم، فرض بریم بگیریم اگه کسی فوت کرده، این که معمولا در فرهنگ عمومی گفته میشه پشت سر مرده غیبت نکنی، پشت سر مرده صحبت نکنی، یعنی کسی است که شما دارین مطلبی رو از این فرد بیان میکنی که این فرد امروز حضور نداره که از خودش دفاع بکنه. تمام این مواردی که به اصطلاح مطرح میشه، یعنی گفتم حق یک مورد طبیعیه که با ما به وجود میاد، بعد از ما هم وجود داره، و حق یک مسئله دو طرف است، یک طرفه نیستش. اینکه یک فرض بریم بگیرین در جامعه مورد قبول جامعه واقع بشین، یک سری اصول و قواعدی در اون جامعه وجود داره، بعد اون اصول و قواعد رو رعایت بکنین. وقتی رعایت نمی کنین، مثلا اون چیزی که جامعه احتیاج داره، حق جامعه رو بهش پرداخت نمی کنید، انتظار اینی که این جامعه امروز حق شما رو بهتون پرداخت بکنه غیر طبیعیه، نادرسته. شما فرض دارم میگید طبق قوانین راننده کردن هنگام مستی اشتباهه، خطاست. مشروب خوردن حق شماست که مشروب بخورید، ولی حق شما نیستش که پشت فرمون ماشین بشینید و رانندگی بکنید. بگیم بر اساس اینکه من حقم، این ماشین منه، من حقم که مشروب بخورم، و اونجا قانونی وجود داره که به شما میگه که شما اجازه بله این حق شما، شما میتونید مشروب بخورید، ولی حق شما نیستش که پشت با توجه به حق مالکیتتون که روی ماشین مالکیت دارین، حق اینو ندارین که پشت فرمون ماشین بشینید و رانندگی کنید و حق حیات دیگران رو به خطر بندازید. برای همین این دو مورد رو در ذهنمون داشته باشیم، یک امریست طبیعی، دو طرف است، دو بقولی مثل شمشیر دو طرف، دو لبه تیز داره، همونقدر من حق دارم که دیگران هم حق دارن. مرسی. از توضیحات شما بسیار ممنون. لطفا بفرمایید چگونه میشه این حق رو مطالبه کرد جناب نیلو؟ آیا عوامل تربیتی خاصی باید وجود داشته باشه، چه در خانواده یا جامعه، که انسانها بتونن آگاهانه رشد بکنن و بتونن مطالبه گر باشن؟ آیا باید بستری مناسب باشه برای شناخت از حقوق یا همین حقوق طبیعی خودمون، یا خیر؟ ببینین ما تو مورد وقتی بحث حق میشه، خیلی چون معمولا این بحث حق معمولا در فقط یه مقدار در مورد موارد سیاسی و حقوق اجتماعی بیشتر مطرح میشه، در صورتی که اگر هر کسی این رو درک بکنه بفهمتش که یک سری این حقوق طبیعی شماست، شما فرض دارین میگی آیا من میتونم جلوی نفس کشیدنتون رو بگیرم؟ وقتی دستم رو جلوی دهن شما بزنم، اتومات شما تلاش میکنین که این دست رو از جلوی دهنتون بردارین که بتونین نفس بکشین. آیا من میتونم آب رو به شما آب ندم؟ تشنگی حق این رو به شما میده که شما از آب مصرف بکنین، بتونین این تشنگی رو رفع بکنید. گرسنگی به شما این حق رو میده که شما برین غذا تهیه کنین و بتونین خودتون رو سیر کنید. اگر در سرما در بارون باشین، این حق رو به شما، این دنبال این حق برین که یک سرپناه پیدا کنین که گرمتون بشه و از شرایط سرما نجات پیدا بکنین. این موارد رو ما بدون این که مثلا در قانونی در جای نوشته شده باشه، هر فردی خودش اتومات داره انجام میده، میره دنبال کار میگرده که بتونه زندگیشو تامین کنه، دنبال فضای مناسب تفریحی میگرده، دنبال فضای مناسب برای محیط زندگیش رو عوض میکنه، درست؟ ولی زمانی که برمیگرده به قراردادهای اجتماعی ما، اونجاست که ما دچار به قولی تزلزل میشیم.
حق طبیعی شماست که خانواده تشکیل بدین، حق طبیعی شماست که بچه داشته باشین، حق طبیعی شماست که یک کار مناسب با بر اساس درآمدی مناسب در شرایط زندگیتون داشته باشین. این حقوق طبیعی رو که شما باهاش درگیر هستین، وقتی وارد قراردادهای اجتماعی میشه، اونجاست که یه مقداری مطالبه‌گری ما در پوشش قراردادهای اجتماعی، در پوشش فرهنگ، در پوشش سنت ها، مذهب خودش رو قفل میکنه. اگر ما هر موردی که فرض بر این بگیریم، هر چیزی که به زندگی طبیعی ما برمیگرده، ما این رو جزو این بدونیم که این مال منه و من میخوامش، این رو قبول داشته باشیم، بر اساس این میتونیم مطالبه گر باشیم. بعد اونجا بله قوانین، یا فرض بر این بگیریم که دو تا بچه رو در نظر بگیریم، یه توپ فوتبال داریم، این توپ فوتبال هر دو تا بچه میخوانش این توپ رو و هر دو تا هم میخوان بازی بکنن، اونجاست که قانون به وجود میاد، یا به اصطلاح یه قانون نانوشته به وجود میاد که اگر میخواییم بازی کنیم باید با هم کنار بیاییم و با هم بازی بکنید. اگر یکیتون توپ رو برداره، اون یکی به سمتش حمله میکنه که توپ ازش بگیره. ولی هر دو طرف به این حق خودشون اشراف دارن. هر دو طرف یک نیازی دارن و بر اساس این نیازشون میخوان که از اون توپ استفاده بکنن، باش بازی بکنن. این نیستش که جامعه از حقوق خودش اطلاع نداره، یا افراد جامعه که درش دارن زندگی میکنن اطلاع ندارن که از چه حقوقی برخوردار هستن. ولی متاسفانه گفتم، وقتی که این خواسته هامون رو میاریم در قالب اجتماع، دوچار تردیدها میشیم، دوچار ترسها میشیم، دوچار سازشها میشیم، و خیلی از مواردی که ما رو از ما بودن خارج میکنه و به یک موجود دیگه تبدیل میکنه. فرض بر این بگیرید شما تحصیل کردین، مدرکی رو گرفتین، یا تقاضای شغل رو میکنین، برای این حفظ این شغل میرین، برای این حفظ این شغلتون، این نیستش که شما بگین چون در قوانین اجتماعی وجود داره من خواهان این هستم که این شغل داشته باشم، حالا این شغل هر چه که هستش. این اتفاق برای شما میفته که اونجا مجبورین که یک جورایی با قواعد بازی اون شرکت، اون مؤسسه، اون صاحب کار خودتون رو تطبیق بدین و به اصطلاح عوام به قولی با ساز طرف برقصید. اونجاست که شما خود اون حق خود بودن رو که من اینم کمرنگ میشه، چون میخواییم وارد یک بازی دیگه، یک محیط کار برای تأمین زندگی غیره بشین، مجبور هستین که یک سری چیزها رو در درون خودتون از بین ببرین. درست است یا غلط، این بحث جداگونه ایه، ولی میخوام اینو بهتون بگم که تردیدهای ما توی جامعه بر اساس قواعد اجتماعی، بر اساس سنت ها، فرهنگ، مذهب، این حق مدار بودن ما رو کمرنگ و پررنگ میکنه. موارد بسیاری میشه مثال زد که متاسفانه به دلیل شرایط اجتماعیمون مجبور میشیم که اونچه که تصور میکنیم که حق ماست ازش بگذریم و تم بدیم به اونچه که به قول به همون تحمیل میشه. این موردیه که خب تو بحثایی که صورت میگیره معمولا به عنوان کسانی که این قراردادها و موارد اجتماعی، این سنتها، اینها قبول نمی‌کنن، ازشون به عنوان آنارشیست اسم می‌برن، کسانی که به هیچ قاعده و هیچ چیزی پابند نیستن، که
درست یا غلط بودنش میگم، هر کدوم اینا تو بحث اجتماعی یه واقعا ساعت ها وقت میخوادش که بشه توضیح داد که آیا میشه این تفکر درست باشه که من برای اینکه من باقی بمونم آیا باید همه قواعد قوانین رو زیر پا بذارم، و یا اینکه نه، من در بعضی از موارد مجبور هستم که این من رو به ما یا به تم بدم، به آنچه که تو اون ما وجود داره. این نکته چیزی که میتونم جمع بندی کنم. افراد من بقیده من افراد از حق خودشون اطلاع دارن، این نیستش که اطلاع نداشته باشن، همونجوری که گفتم از حق طبیعی نفس کشیدنشون اطلاع دارن تا حقوق اجتماعی اقتصادی سیاسیشون. هر کسی به سهم خودش، به اندازه خودش، به فهم خودش از این قضیه اطلاع داره. اینی که چرا مطالبه گر نمیشه برمیگرده به اون شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، سنت‌هایی که وجود داره و ترس آدم. مرسی. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب نیلو. فرمودید که جامعه و خود افراد از حقوق خودشون اطلاع دارن. اگر فرض رو بر این بگذاریم، به نظرتون چقدر میتونه فرهنگ، سنت و باورهای جمعی که در جامعه حاکم هست میتونه تاثیرگذار باشه؟ مایلم که یه مقدار این مسئله رو شفافتر برای شنوندگان توضیح بدید. بفهمید، خواهش میکنم. ببینید، اون که من گفتم که جامعه افراد از حقوق خودشون به حد دانش اطلاعات خودشون اطلاع دارن، برای که مثالی بهتون بزنم، شما فرض داریم بگیریم زکی جامعه مطلع میشه که میتونه در انتخابات شرکت بکنه، و یا اینی که باید از تحصیل رایگان، از بهداشت رایگان برخوردار بشه. اینها در، یعنی برگردیم خودمون رو ببریم توی همین جامعه که داریم زندگی میکنیم، یک سری چیزهایی که در موارد اجتماعی زندگی ما به وجود میاد ما این رو میشناسیم، میگیم که این حق منه که من اینجوری زندگی نکنم، این حق منه که من این رو داشته باشم، این حق منه که این مطالبه رو بتونم به ثمر برسونم. اینجاست که اون قسمت دوم بحث شما پیش میاد، سنت ها، قوانین، خانواده، فرهنگ میاد تاثیرگذار میشه توی جامعه مذهبی. تو مثل جامعه ایران فرض بریم بگیریم شما میخواین تشکیل زندگی بدین، ازدواج کنین، البته شاید این صحبت ها در شرایط فعلی ایران حکم نکنه، ولی یه موقع برمیگردیم به گذشته، معمولا این گونه بوده که طرف مثلا به یه سنی که میرسیده خانواده دست بالا میزدن، میرفتن در میزدن برای طرف دختر پیدا میکردن. ازدواج حق طبیعیه، درست؟ ولی روشی که جامعه پیش میبرد این بود که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن رو از افراد میگرفت. این افراد هم خودشون میدونستن که این زندگی منه، من باید انتخاب بکنم با کسی که میخوام زندگی بکنم. ولی سنت ها، فرهنگ این حق رو از این آدم میگرفت. این آدم به ترس از اینی که مبادا همین حق نصف نیمهی که وجود داره ازش گرفته بشه، تن میداد به اینی که باشه، خانواده میره برای من انتخاب میکنه. یا شما تو موارد سیاسی میاین، حق شما انتخاب کردنه، میاین در انتخابات شرکت میکنین، نمایندگانی رو که وعده هایی رو که به شما دادن اینها رو انتخاب میکنین برای یک دوره به برای مجلس قانونگذار یا به عنوان قوه مجریه جامعه، اینها رو به جامعه معرفی میکنین، سعی میکنین ازشون پشتیبانی کنین. ولی اونهایی که انتخاب شدن از اینی که بخوام به اون وعده هایی که دادن سرباز میزنن، دلایل متفاوت میارن، شرایط این هستش فلان،
و هی سعی میکنن که آنچه که وعده دادن رو کمرنگ تر کنن. شمایی که رای دادین، شما بر اساس گفته های این آدم ها رای دادین و حق مطالبه این رو دارین که آقا من بر اساس این چی که شما گفتین به شما رای دادم. ولی اون ور قضیه بهانه یا هر چیزی دلیل می که آقا شرایط تغییر کرده، وضعیت اینجوریه، وضعیت اقتصادی یا وضعیت جهانی تغییر کرده و من آنچه که وعده داده بودم رو نمیتونم الان انجام بدم. درست؟ برای همین اون نکته که اینجا الان وجود داره برمیگرده به سر همین مسئله که ما توی شرایطی که هستیم چه میزان، ببینین گفتم من یک مثالی از بحث ازدواج زدم، ولی شرایط وقتی که شرایط اجتماعی جامعه تغییر میکنه، سطح آگاهی جامعه تغییر میکنه، میبینین که شرایط عوض میشه. امروز در انتخاب برای مورد ازدواج خود کسانی که میخوان ازدواج کنن میرن وارد انتخاب میکنن، کسی که میخوان باهاش وارد گفتگو میشن و جامعه به قول خانواده هم این رو پذیرفته که ما حق پشتیبانی داریم، حق دخالت در اینی که خوب است یا بد است رو نداریم، میتونیم نظر بدیم. ولی این شرایط اجتماعی وقتی تغییر کرده شما میبینین که فضا برای یه عده برای مثلا نسل جوان باز شده. این رو برگردیم به 50 سال پیش، میبینیم که نسل جوان 50 سال پیش حق انتخاب کردن آگاه بوده ولی شرایط اجتماعی بهش این اجازه رو نمیداده. و اگه کسی خلاف این تقاضا، این اونچه که در جامعه سنت بوده رفتار میکرده، به عنوان آدم غیر مترادف، آدم بسیار به قولی شر، ناراحت و و و به ازش عنوان میکردن. و حتی اگه کسی خلاف اونچه که جامعه میخواد، خانواده میخواد انجام میداده، از توی مجموعه فامیل خانواده تردش میکردن که این آدم مثلا چیزیه. برای همین اینی که ما از حقمون اطلاع داریم، من اعتقاد دارم که میدونیم چگونه میتونیم مطالبه کنیم، بحث جداگونه ایه. چگونه میتونیم بر شرایط پیروز بشیم، بحث جداگونه ایه. چه از حق طبیعیمون، شما همین الان تو زندگی فردی خودمون که گفتم مثال زدم، گفتم تو زندگی فردی خودمون نگاه بکنیم، شاهد این هستین که شما میدونین که شایسته این زندگی که الان دارین نیستید. شما میدونید که من بر اساس این ساعت که دارم کار میکنم، این تلاشی که دارم میکنم، این میزان درآمد حق منه. ولی همه اینا رو هممون میدونیم در زندگی، در صحبت‌های روزمره‌مون رو اینا به اصطلاح مطرح میکنیم. ولی اینی که فرض به اصطلاح در نظر بگیریم، اینی که ما چگونه این شرایط تغییر میدیم یه بحث جداگونه ایه. سنت ها تو ما تأثیری میذاره. مثال زدم، گفتم بحث ازدواج رو، وقتی که شرایط جامعه تغییر میکنه، شرایط فکری جامعه تغییر میکنه، میبینیم که فضا بازتر میشه. حتی اگه شاید نسل آینده ما اساسا مدل ازدواج کردنشون با مدل ازدواج کردنهای امروز متفاوت بشه. در جامعه اروپا همین سن، یعنی ازدواج خارج از کلیسا، غیر مترادف بوده و یا به عنوان به اصطلاحات بسیار زشتی در این رابطه به کار برده می شده. بچه هایی که خارج از قواعد کلیسا یا سب در کلیساها به دنیا می اومدن، به عنوان حرامزاده ازشون یاد می کردن. ولی امروز شما شاهد این هستین که در اروپا قواعد زندگی مشترک ثبت نیست. جامعه تغییر کرده. بچه‌ای که شما حق دارین ازدواجتون رو ثبت کنید، دوست ندارین ثبت نمی‌کنید. ولی فرزند شما
به عنوان فرزند شما در از همون قوانینی بهش حاکم هستش که برای اون بچه که در کلیسا مثلا ثبتش کردن، هیچ چیز اضافه ای نداره. برای همین اگر ما بحث رو ببریم به سمت اینه که چگونه می شود این مثلا با این سنت های نادرست با چارچوب های اجتماعی نادرست برخورد کرد، و بحث اصلی ما بحث ترسمونه. ما اگه این ترس رو نداشته باشیم، ترس از دست دادن، این از دست دادن از موقعیت اجتماعی گرفته تا موقعیت های به قول فردیمون، شاید راه رو برای مقابله یا حق مدار بودن، حق طلب بودنمون باز بکنن. مرسی. باز هم سپاسگزارم از توضیحات شما. به یک عامل ترس اشاره داشتید در صحبتاتون. آیا به نظر شما موانع دیگه‌ای هم وجود داره که بخواد در جامعه حاکم باشه و مانع باشه از رسیدن آگاهی عموم مردم برای اینکه حق خودشون رو بخوان بشناسن و بخوان اون رو مطالبه کنن؟ آیا چیزی که اشاره کردی در کنار اون عوامل دیگه یا موانع دیگه هم وجود داره یا خیر؟ لطفا بفرمایید. ببینید، موانع وجود داره، گفتم قواعد اجتماعی هستش، سنت های ما هستش، فرهنگ یک جامعه هستش، قراردادهای اقتصادیمون هستش، باعث میشه خیلی میگم هر چی که برمیگرده به اجتماع، اینا قواعدی هستن که ما رو میتونن در اون چارچوبایی قرار بدن که مایل نیستیم. من اگه به بحث ترس اشاره کردم، شما در نظر بگیرین که شما اگه ترس از دست دادن نداشته باشین، این از دست دادن هر چیزی میتونه باشه. طبیعتا قاعده بازی رو نخواهید پذیرفت. اگه شما نترسید از اینی که اگه من امروز به این مسئله نبگم یا در مقابل این مسئله وایسم، ترد میشم، تنها میشم، در مقابل قضیه میستید. عامل ترس، عامل اینی که از دست دادن، باعث میشه که ما در خیلی از موارد هم بدیم به خیلی چیزها. دو بحث‌های سیاسی هم ما موارد انتخابات در نظریم، این نیستش که یک جامعه ندونه این بسیار ما با آدم‌های بسیار با ماشین طرف نیستیم که برنامه ریزی شده باشه، با انسان طرفیم که به اندازه دانش فهم خودش میگیره، تجزیه تحلیل میکنه و بر اساس اون به جامعه برمیگرده. ببینید، جامعه که در مقابل استبداد وای میسته، این نیستش که 4 سال بعدش یه موقع یادش رفته که مثلا کسانی که در رأس قدرت هستن این آدم های مستبدی هستن، بلکه ترس از اینی که اگر اقدام بکنم باعث این میشه که نمیدونم فلان موقعیت رو از دست بدم، یا اینی که شرایط از اینی که هست بدتر بشه، شما رو تم میده که ما بریم به حالا به یه مورد، به یک فرد ملایمتر، ما بین بد و بدتر انتخاب بکنیم. ما اگه با این ترسمون، ترس از دست دادن، مقابلت بتونیم بکنیم که این ترس ما باعث این شده که ما خیلی از چیزهای دیگرمون رو از دست بدیم، به روزمرگی داریم میگذرونیم، شاید به کمک بکنه که اقدامی بکنیم. ولی تا زمانی که من و شما از این میترسیم که اگه من بیام تو خیابون گلوله میخورم، اگر من نسبت به این رفتاری که فلان آدم داره میکنه معترض بشم دستگیر میشم، اگر من فلان مثلا در مقابل این حرکت وایسم از کار اخراج میشم، اگر من در مقابل این رفتار
خشن بخوام برخورد بکنم دچار صدمه میشم. این ترسای ماست. تو موارد زندگی خصوصیمون شما شاهد این هستین که فردی داره خطا میکنه. اگر من بهش تذکر بدم دوستیم به هم میخوره. دیگه با من ارتباط نخواهد داشت. اگه من به رئیسم برگردم بگم که این حق منه که بابت ساعتایی که کار میکنم حقوق بیشتری بگیرم، همینی که دارم از دست میدم، اخراجم میکنه. خیلی از من تو شرایط اجتماعی خودم رو در نظر بگیریم، بحث خانواده ها، زنی که توی خانواده کتک میخوره، آیا فهم کنین که نمیدونه که کتک خوردن چیز خوبی نیست؟ میدونه، ولی ترس از برخورد اجتماعی که باهاش صورت میگیره، فردا به عنوان زن متعلقه بهش چی گفته میشه، بچهش رو ازش میگیرن، بیکاره، نون نداره بخوره، سرپناهی نداره، جامعه بهش سرکوف میذاره، خواهرها و برادرها غیره بهشون سرکوف خواهند زد. این باعث میشه که اون زن کتک رو بخوره، تو خونه بمونه. این ترس رو از این زاویه میگم. این ترس رو، ترس از دست دادن رو بیاین تو تمام موارد زندگیمون خلاصه کنیم، میبینین که ما اگر از چیزی رو ازش میگذریم بابت این نیستش که ازش اطلاع نداریم، اطلاع داریم. این عامل باعث میشه که ما در مقابل اون چی که هست عقب نشینی بکنیم. امیدوارم که پاسخ مناسبی به این سوالتون داده باشه. ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. کم کم به قسمت‌های پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم و من سوال آخر رو از شما میپرسم جناب نیرو. در دکتریان حقوق بشر دو ادعای اساسی در این حال متمایز وجود داره که نیاز به توجیه بیشتری هست. نخست اینکه حق‌ها به انسان‌ها تعلق دارند و دوم اشاره می‌کنه به اینکه انسان‌ها حق دارند. لطفاً این دو مورد رو به صورت تفکیک روش یه توضیح مختصری داشته باشی بسیار ممنون خواهیم. خواهش میکنم. ببینید، از اول بحث من هر این دوتا رو هی تلاش کردم توضیح بدم. شما به عنوان یک انسان حق دارید. هر چی که به زندگی طبیعی شما، به زندگی شما برمیگرده، حق دارید باش. هر چیزی، از نفس کشیدنتون تا حق انتخابتون تا حق زندگی کردن، حق داشتن بهترین شرایط زندگی، اینا حق فردی آدم هاست که یک سریش رو بر اساس قوانین و یک سریش رو بر اساس قوانین طبیعی به وجود اومده و ما داریمش. نفس کشیدن حق طبیعی ماست. رفع تشنگی حق طبیعی ماست. انتخاب حق طبیعی ماست. ولی وقتی وارد با قواعد اجتماعی میشیم، قاعده انتخابات اون رو محدودش میکنه. 4 سال یه بار شما حق دارید انتخاب بکنید. انتخاب حق طبیعی شما. شما انتخاب میکنید که با چه کسی زندگی بکنید. 70 سال پیش انتخاب شما میباید در جایی به نام کلیسا ثبت میشد، امروز نیازی نیستش. قواعد اجتماعی تغییر کرده، قوانین تغییر کرده، تغییرش میده. ولی حق شما تغییر نکرده. زندگی بهتر حق شماست. میخواین شما در یک دهکوره زندگی بکنین یا در مدرن‌ترین شهر زندگی بکنید. حق شماست که خوب زندگی بکنید. هممون هم اینو میدونیم. من تاکید میکنم همه از این مسئله اطلاع دارن. یعنی اگه شاید اونگونه که من تعریف میکنم نفر دیگه تعریف نکنه، بخوایم بحثو خلاصش کنیم، حق رو میشناسه.
چگونه مطالبه کنه بحث جداگونه. گفت تاکید میکنم چگونه مطالبه کردنش بحث جداگونه. این چیزیه که تون قواعد اجتماعی مقابله کردن با این قواعد اجتماعی، با این سنت ها، با فرهنگ باعث میشه که من و شما بتونیم در مقابل چارچوب ها، قواعدی که ما رو محدود میکنه برای رسیدن به اونچه که میخوایم، بتونیم مقابله بکنیم باهاش. لازم نیست من کل قوانین اساسی کشور را آشنا باشم، ولی از حقوق خودم فردی، خب میگفتم اگه این رو بریم با فرد فرد کشتما بحث کنیم، صحبت کنیم به زبان خودشون، به دانش خودشون، با میزان تحصیلات خودشون، از حقوقشون صحبت میکنن. آشنا هستن باهاش. چگونه به دست بیارن مسئله است. این چیزیه که معمولا تو بحثایی که صورت میگن اشتباه میکنن و تصور میکنن که جامعه مردم از چیزی که داره اتفاق میفته اطلاع ندارن و من آدمی هستم که مطلع شدم و میرم که اون آدمها رو بهشون اطلاع رسانی کنم، آگاهشون کنم. در صورتی که من اگر بتونم اینو به راه مقابله رو بهشون نشون بدم، خود من در این اجتماع، منی که دارم با شما صحبت میکنم، تو همین قواعد اجتماعی این جامعه گیر کردم. خیلی از موارد اجتماعی که با سلیقه ها با حقوق من برابری نمیکنه باهاش کنار دارم میام. من میدونم سر کاری که محیط کاری که کار میکنم فشار وحشتناکی رومون هستش، ترس از سن بالا، ترس از اینی که احتمالاً کاری به دست نمیارم، این رفاهی که الان وجود داره از دست میره، باعث این شده که من مدافع حقوق بشر تو محیط کارم، این نیستش که نمیدونم، میدونم، ولی ترس از دست دادن هم باعث شده که سکوت کنم، کنار بیام، مقابله نکنم باهاش. ما مشکلمون، ببینید من ختم کلام، مشکلمون اینه، ما مشکلمون ترس از دست دادنه، ترسه. این رو چگونه میتونیم باهاش مقابله بکنیم؟ من از خودم مثال زدم، مدافع حقوق بشر در محیط کار خودم به هم فشار میاد ولی سکوت کردم. آیا اطلاع ندارم؟ آیا از قوانین خبر ندارم؟ نه، هیچ کدومشون نیست. من از این میترسم که اگر امروز اعتراض کنم فردا اخراجم میکنن، و اگر اخراجم کنن زندگی خانوادگی من چه کسی میخواد تامین بکنه؟ این به قول چه باید کرده، ما اون درد اصلی ما اینجاست. در مقابل این مسئله که هر فردی باهاش درگیر هستش چگونه میشه مقابله کرد، چگونه میشه این فرد رو به قولی کشوندش، آوردش جلو. ممنونم. ما هم بسیار ممنونیم جناب امیر نیلو از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه ما رو همراهی کردید. دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش دیگری از این برنامه رسیدیم. امید که این برنامه هم تونسته باشه پاسخ سوالات شما رو فراهم کرده باشه. سپاسگزارم از همکاری جناب محمد گلستانجو که در بخش فنی ما رو همراهی کردند. مهرتان پایدار و روزگارتان شاد. تا برنامه دیگر، بدرود.